همراهان همیشگی پادکست سلام، با یه گزارش جدید خدمت شما رسیدیم درباره یه دستاورد دیگه از کشور عزیزمون ایران که جرقه اون از یه خبر شروع شد. خبر افتتاح یه خط تولید نخ تکسچره در یه شرکت نساجی ایرانی. با ما همراه باشید تا با این گوشه از رشد علم در کشورمون آشنا بشیم. صنعت نساجی از کهن‌ترین صنایع بشریه، چون نیاز به لباس و پوشاک بعد از نیاز به غذا و مسکن از نیازهای اولیه انسان به شمار میره. صنعت نساجی شامل همه مراحل تولید الیاف، تبدیل الیاف به نخ، تبدیل نخ به پارچه و همچنین شامل فرایندهای تکمیلی انجام شده روی پارچه مثل رنگرزی، چاپ و دوزندگی پارچه است. از اهمیت این صنعت همین رو بدونید که ارزش بازار جهانی منسوجات در سال 2019 معادل 961.5 میلیارد دلار برآورد شده و تخمین زده میشه با توجه به افزایش تقاضا برای پوشاک به ویژه در کشورهای در حال توسعه مثل چین، هند، مکزیک و بنگلادش از سال 2020 تا 2027 به 1350.24 میلیارد دلار برسه. یه صنعت مادر به حساب میاد که با راه افتادن چرخش خیلی از چرخهای دیگه اقتصاد رو هم به راه میندازه. چند روز پیش با حضور معاون علمی رئیس جمهور، خط تولید نخ ATY با ظرفیت تولید 2.2 هزار تن در سال در شرکت نفیس نخ افتتاح شده و به بهره برداری رسیده. توی این مراسم احمد جریان مدیرعامل شرکت نفیس نخ گفته که خط تولید از ظرفیت اسمی تولید سالانه 2.2 تن نخ برخورداره. انجام عملیات تکسچرایزینگ یا بافتهی نخ با هوای فشرده یکی از متنوع ترین روش های تکسچر کردن نخ به شمار میره که از ویژگی های اون ترکیب انواع مختلف نخ های خام با همه نخ های ATY. حاصل عملیات تکسچره هوای فشرده بر روی نخ به کمک جت هواست که با ایجاد فشردگی بین الیاف درگیری ایجاد میکنه و اینجوریه که نخهای متنوعی از نظر ظاهری تولید میشه. حالا که تا اینجای ویدیو با پادکست همراه بودید، لایک این ویدیو رو فراموش نکنید و کانال ما رو سابسکرایب کنید. هدف از این تولید به دست آوردن خصوصیات و ویژگی های ظاهری مشابه با انواع نخهای ریسیده شده مثل نخ پنبه، پشم و آکریلیکه. اونم تحت عملیات کشش و حرارت توسط هوای فشرده. این نخ‌ها که به اختصار ATY نام دارن، نخ با بافت هوا هستن که شامل استفاده از بخار هوای سرد برای تولید نخ‌های حجیمه. این نوع نخ‌ها دارای لمس و گرمایی مشابه پنبه هستن. نخ پلی‌استر با بافت هوا ظاهر متفاوتی به پارچه ها میده و احساس اونها رو بیشتر میکنه. این نخ جایگزینی عالی برای نخهای تابیده شده کاذبه و یکی از همه کاره ترین روش های بافت نخه، چون انواع مختلف رشته ها رو با هم ترکیب میکنه. از خاصیت های این نخ سبک وزن بودن، مقاوم در برابر سایش، تمیز کردن آسان و خشک شدن سریعه و در لباس، ساری، پارچه های تزیینی و بسیاری از مواد دیگه، حتی به عنوان چلو و پود و خواب فرش، تریکو بافی و منسوجات خانگی و صنعتی کاربرد داره. تا به این جای کار شرکت نفیس نخ تونسته به واسطه تولیداتش بیشتر از 9 شرکت بیرونی تولید کننده نخ رو فعال کنه و کارخونه های متعددی در سراسر کشور از طریق نفیس نخ دوباره به چرخه برگشتن و تولید محصولاتشون رو شروع کردن. محصولات این شرکت به کشورهای همجوار صادر میشه و به واسطه تولید این محصولات واردات بسیاری از محصولات وابسته هم کاهش پیدا کرده که زمینه صرفه‌جویی ارزی رو برای کشور فراهم کرده. جالبه بدونید به واسطه همین خط تولید برای 780 نفر شغل ایجاد شده و 60% از قطعات و تجهیزات مورد نیاز این صنعت هم که مشمول تحریم ها بوده
توسط متخصصان خود شرکت ساخته شده و قرار خط تولید جدیدی هم راه اندازی بشه و برای 200 نفر دیگه هم شغل ایجاد بشه. در حال حاضر هم حدود 10-20% کل تناژ تولیدی این شرکت صادر میشه که گفتن تا پایان سال 1403 این مقدار به 50% از تولیدات شرکت هم میرسه. نظر شما راجع به این بخش از علم و صنعت کشورمون چیه؟ لطفاً نظراتتون رو برای ما توی کامنت ها بنویسید. امیدوارم از دیدن این ویدیو خوشتون اومده باشه و برای دیدن ویدیوهای بیشتر کانال پادکست رو سابسکرایب کنید. زنگوله کنارش هم یادتون نره.